یکی از ایستگاه‌های قطار محلی هستم، جایی که روزانه هزاران نفر از اینجا عبور و مرور میکنند. امیل از هیچ کس نمیفهمم من کجا میرم و چی را با خود حمل میکنم. نن به او گروه چه چنگه نشه ای توکی دیمگتا سی طولنی پا منسکی لیاو زینه بل زیتا لیک دول کیگی. ننه کاروان دی نشه ای توکو پر قاچاک خبری کوی. لمنگ سر وست. سلام، تاسو کاروان ګورئ. زه داود صدیقی دا نننۍ خپرونه د ویرجینیا ایالت له شمال څخه تاسو ته وړاندې کوم. د نشه یي توکو قاچاق یوه لویه سوداګري ده، هغه سوداګري چې قاچاقچیانو سره مرسته کوي تر څو انساني ټولنې تباه کړي. نن به په خپرونه کې پر دې غور وکړو چې څنګه د نشه یي توکو قاچاق پر مخ بیول کیږي، او همدارنګه دا به وګورو چې څنګه مخنیوی یې کیږي په دې چې دواړه خواوې ډېر پلویان لري. جای تعجب نیست، سفر خود با کاروان امروز از میدان اوی آغاز میکنیم. کشوری که 90% مواد مخدر در جهان را تولید می کند، واضح است که خطوط هوایی نیز در معرض قاچاق مواد مخدر قرار دارد. میدان هوایی کابل با دو ترمینال همه روزه صدها مسافر را به داخل و خارج کشور انتقال می دهد. طوری که شما امروز از نزدیک مشاهده کردین، در میدان هوایی بین المللی کابل پلیس سرحدی میدان هوایی کابل اینجا حضور دارند و به خاطر رفت و آمد مسافرین در پروازهای داخلی و خارجی اینا منظم به شکل اساسی از او مسافرین و مستقبلینی که رفت و آمد میکنن مورد چک و کنترل قرار میتن. امنیت میدان هوایی به دوش پلیس سرحدی و اردوی ملی و امنیت فضایی ترمینال خارجی این میدان به کمپانی گلوبال سپرده شده است. کمپانی گلوبال یک کمپانی شخصی آمریکایی است که به گفته قماندان پلیس سرحدی فعالیت های این کمپانی طی مدت کاریش قناعت بخش بوده است. پلیس در این راستا مسئولیت خود به عهده داره، مسئولیت داره به خاطر تامین امنیت میدان هوایی. صرف در بخش مسئولیت پروازی که کمپانی گلوبال که اینجا حضور دارن با اساس قراردادی که بین وزارت محترم ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان و امارات متحده عربی صورت گرفته. مسافران در میدان هوایی کابل بر علاوه این که تلاشی بدنی می شوند، وسایلشان از طریق چندین ماشین اکسری، دستگاه چک مواد مخدر و سکهای تعلیمی تلاشی می شود. همچنان تیاره و عمله آن نیز مورد چک و بازرسی قرار می گیرد. این ماشین مواد مخدر است، کدام مواد مخدر یا مواد انفجاری آلارم بده، تمام دیتیلش، تمام ساعتش و فیصدیش، نامش، ایروین باشه، مواد مخدر باشه نشانه. از سال روان تا اکنون 28 مظنون در 18 واقعه از طرف پلیس سرحدی دستگیر شده و به سارنولی معرفی گردیده‌اند. در این وقایع زنان هم شامل بوده است. طی این مدت نه تنها مظنونان مواد مخدر دستگیر شده، بلکه پاسپورت ها و ویزه های جعلی هم کشف شده است. و همچنان در مجموع مقدار 61 کیلوگرم هروئین که مواد مخدری که میخواستن یا انتقال بدن دستگیر شدند. با گفته مقام های امنیتی افغانستان، قاچاق مواد مخدر ریشه در خارج از این کشور دارد و باید لنک های بین المللی آن ریشه کن شود. تولید و قاچاق مواد مخدر یکی از عوامل اصلی تداوم، گسترش جنگ، خشونت و فساد در این کشور به شمار می رود.
نه تنها سرحدات زمینی افغانستان بلکه سرحدات هوایی افغانستان نیز با ترافیک مواد مخدر دست و پنجه نرم میکنند. اینجا میدان هوایی بین المللی کابل است، جایی که به گفته مقام های امنیتی این میدان هوایی تدابیر شدید امنیتی برای جلوگیری از قاچاق و ترافیک مواد مخدر گرفته شده است. تانیا کیهان، کابل. په هوایی ډګرونو کې د نشه یي توکو د قاچاق مخنیوی تر یو حده شونی بریښي، خو په داسې هیوادونو کې لکه افغانستان چې خپلو ګاونډیانو سره اوږدې ځمکنۍ پولې لري یو څه ګران کار دی. د دې تر څنګ مسؤولان دولتي در غرب افغانستان میگویند قاچاقچیان گروه های کوچکی را در این مناطق به نام مخالفان دولت مسلح میسازند که امنیت را مختل کنند تا آنها بتوانند مواد مخدر را به کشورهای همسایه انتقال دهند. جزئیات بیشتر را در این مورد همکارم فاروق فیضی از هرات تقدیم شما میکنم. با آنکه مبارزه با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر از برنامه های مهم دولت و نیروهای خارجی در افغانستان است که در سرلوحه کاری تمام ارگان های امنیتی و دولتی این کشور قرار دارد، با آن هم مقام های محلی در ولایت هرات در غرب افغانستان، قاچاق مواد مخدر را یکی از عوامل اصلی جنگ و ناامنی در این ولایت برمی شمارند. دکتر داوود صبا والی هرات میگوید قاچاقبران به خاطر ترافیک و ترانزیت مواد مخدر گروه های کوچک را تحت نام مخالفان دولت در این ولایت مسلح می سازند تا دست به ناامنی زده تا آنها بتوانند از طریق این ولایت به قاچاق مواد مخدر به کشورهای ایران و ترکمنستان بپردازند. او همچنان مدعی است که ایراد نظر به داشتن مرزهای مشترک و طولانی با کشورهای ایران و ترکمنستان به یک معبر عبور و مرور مواد مخدر مبدل شده است که قاچاقبران مواد مخدر را از دیگر نقاط کشور به اینجا می آورند. قاچاقبران دقیقاً به خاطر حفظ کاروانهای مواد مخدر گروپ های را مسلح ساختند تحت نام مخالف دولت و در گوشه و کنار بیشتر در حاشیه های مرزی ولایت ایراد که با ولایت های همجوار داره در اینجا جابجا هستند و از معبر خود دفاع میکنند، معبر خود نگاه میکنند و اکثریت ناامنی هایی که در ولایت هرات ما شما میبینیم رابطه مستقیم با این کاروانا داره. از سوی دیگر سمونیار ضیا احمد حافظی مدیر مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنیه ولایت هرات کمبود پرسنل و امکانات پیشرفته را یکی از چالش های عمده صد راه پلیس مبارزه با مواد مخدر و نیروهای سرحدی عنوان می کند. او همچنان می گوید که در خلال سال جاری در عملیات های مختلف 293 فرد قاچاقبر را بازداشت و به مقدار 2482 کیلوگرم انواع مختلف مواد مخدر را از شهر و ولسوالی های مرزی ولایت هرات کشف و ضبط نمودند. متاسفانه نه از نظر تجهیزات، نه از نظر امکانات و نه از نظر پرسنل کافی، نه تنها پلیس مبارزه علیه مواد مخدر که امکانات درست و تشکیلات منظم و منسجم و قوی نداره، که دیگه ارگانهای امنی و سرحدی و مرزبانی ما هم متاسفانه اونمو امکانات ندارن. ببینید در کشورهای همسایه ما یا در کشورهایی که درگیر مافیا مواد مخدر هستند، امکانات لابراتوارها، اسکنرها، سگهای موادیاب و تجهیزات منظم و قوی و مکانیزه شده دارند. ولایت هرات با داشتن 591 کیلومتر مرز مشترک با کشورهای ایران و ترکمنستان از جمله ولایات محسوب می‌گردد که بنا به گفته مسئولان اداره مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنیه هرات، این ولایت همیشه در محراق توجه قاچاقبران مواد مخدر قرار دارد. فاروق فیضی، هرات. کاروان وګوري او خپل نظر مو سره شریک کړئ. ستاسو نیوکه وړاندیزونه مو سره مرسته کوي چې په خبرونه کې خبردون رامنځته کړو. په انټرنیټ کې مو سره د اړیکې لارې ډېرې دي چې تاسو کولی شئ د خبرونه په اړه نظر ورکړئ، خو که په ځانګړې توګه غواړئ چې ما سره خپل نظر شریک کړئ نو زما ویب بلاګ وګورئ، daoudsiddiqui.blogspot.com. ستاسو د نظرونو، نیوکو او وړاندیزونو په هیله. عمل های واشنگتن در برابر بقای جهان، به نړیوالو خبری رپورتونو تر څنګ هنری او ټولنیز مسائل، تازه ترین اخبار، د نړۍ د ټولو حالاتو په اړه د سپینې ماڼۍ نظر، خبرهای سیاسی از سراسر جهان، واشنگتن او د نړۍ سیاسی
اقتصادی او ټولنیز سیاستونه. از اخبار سیاسی تا اخبار اجتماعی و هنری، در واشنگتن نه نیول تر کابل پوری او د بوهن روزنی نه نیول تر روغتیا پوری مسایل. د خبرو شوی رپورټونه داسې ښکاري چې اکثره نشي توکي له افغانستان نه د ځمکې له لارې بهرنیو ملکونو ته لیږدول کیږي. په هر حال په همدې لړ کې زموږ همکار مصطفی کاکړ په کابل کې د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت د پلان جوړونې مرستیال سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته اړوي. با روی کار شدن حکومت آقای حامد کرزی و شما هم یکی از مقامهای بلندپایه همی حکومت هستین، دسترسی معتادین به مواد مخدر بسیار آسان است و مواد مخدر هم روز به روز بیشتر شده میره، تعداد معتادین هم زیادتر شده میره. شما علت اصلی این مسئله را در چی میبینید؟ با ترک حقیقت از این که گویا چرا سرعت اعتیاد در افغانستان زیاد میشه، شما هم اطلاع دارین که خودش اساسش امو بنیاد جنگ است. به او توانمندی که دولت یا جامعه جهانی بتانن به این مشکل مردم افغانستان رسیدگی بتانن در جریان 7-8 سال اخیر، فقط مردم مراجعه میکنن به کشورهای همسایه و این مصیبت از کشورهای همسایه سر ما تحمیل شد. چند پیش دو مقام بلند پایه حکومت پاداستشتن با قاچاق برای مواد مخدر محکوم به مجازات شدن. در صورتی که اشخاص بلندپایه حکومت در قاچاق مواد مخدر دست داشته باشند، شما چگونه میتونین این مبارزه را به پیش ببرین؟ کسایی که در دولت کار میکنن یا در دیگر سایه حکومتی مصروف هستن و اونا مثلا کمک به قاچاقچیان مواد مخدر میکنه یا تسهیلات را برای قاچاقچیان مواد مخدر یا ترافیک مواد مخدر مساعد میسازه، امروز او ظرفیت تا حدود در چوکات دولت پیدا شده، اونا آسانی میتونن او کسایی که در همکاری با قاچاقچیان مواد مخدر کار میکنن اونا را شناسایی کنه و پچه قانون بسپارن. دهقان افغان توانایی ازیر نداره که مواد کیمیایی که در ترکیب هیروئین و مورفین یا دیگه مواد مخدر استفاده میشه او را از خارج به افغانستان بیاره. سوالی است که همی مواد که داخل افغانستان میشه، مشخص اگر بگوین که کدام مافیای بین‌المللی شما نام میگیرید؟ در قسمت شناسایی کشورهایی که خود تولید کننده پریکرسرها یا مواد فعال کیمیایی که در جهت استفاده از تبدیل نمودن تریاک به هیروئین استفاده میشه، ما این تقاضای خود رسما کردیم و این مسئله را چندین بار ما جامعه جهانی خواستیم و از اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد، اونا هم در موضوع ازی کار میکنن. ارقام وزارت مبارزه با مواد مخدر داره که چند لابراتوار مواد مخدر در افغانستان وجود داره فعلا؟ اصلا سروی و تحقیقاتی که صورت گرفته کمتر از 200 لابراتوار در افغانستان بوده، اما او را ثبات و چیز رو ما نمیتونیم تایید کنیم که فعلا هم وجود داشته باشه، به خاطر ازی که شما میفهمین کسایی که لابراتوار مواد مخدر ایجاد میکنن به خاطر ازی که مورد پیگرد قانون یا پلیس قرار نگیرن، او را تکتیک خود تغییر دادن، او را پورتیبل یا ایتر متحرک ساختن. چقدر جوان ها بیشتر در ترافیک یا قاچاق مواد مخدر دست دارن؟ کار مشکل است که ما تفکیک کنیم که چقدر جوانان در نقش دارن در ترافیک مواد مخدر. واقعا که جوان ها نقششون هست، اما سروی که بیانگر حالت تعداد چی باشه برای ما معلوم نیست. بسیار زیاد تشکر مهین صاحب از مصاحبه شما. بسیار زیاد تشکر. لډیر په خو داسې ویل کیږي چې د نشي توکو په کاروبار کې د دولت چارواکي او کارکونکي ښکیل دي، خو تر اوسه کوم داسې جګپوړی چارواکی نه دی نیول شوی او همدارنګه په دې برخه کې د نړیوالې مافیا لوی لاس نه هم یادونه کیږي. د همدې موضوع د څېړلو لپاره همدا اوس له کابل نه د نشي توکو په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویاند خلیل الرحمن متوکل را سره دی. متوکل صاحب، کاروان خوش آمدین. زنده باشین. سلام دارم خدمت شما و سلام دارم خدمت بیننده های عزیز تلویزیون شما. لطف کردین، تشکر. امروز واشنگتن هوا بسیار شمال است، باد است و امید صدای ما را دقیق بشنوین. خب در ابتدا اگر در مورد بله، تشکر